أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى إطرته واللعن على عاديهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. خدای بزرگ رو بر این نعمت شاکرم که امسال هم عمر ما کفایت کرد تا محرم دیگری رو شاهد باشیم، و باز بر این نعمت شکرگزارم که توفیق شد امسال به محضر گرم و صمیمی و با صفای شما برادران و خواهران خوبم شرفیاب بشم. امیدوارم به فضل خدای سبحان اون چه که به مصلحت دین و دنیای ماست خدا بر زبان ما جاری بکنه و همه ما رهتوشه حیاتمون رو از این ایام نورانی محرم برگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطلبی که به عنوان اولین شب از شبهایی که بنده مزاحمتون هستم به نظرم رسید مناسب طرح بشه، چون به یه شکلی مقدمه بحث‌هایی است که شبهای آینده هم خواهیم داشت و در حقیقت مدخل ورود ما به بحث‌های شبهای آینده است. یک تقسیم بندی در رویکردهای مختلفی که توی دنیای تشیع نسبت به مجموعه جریان‌های مرتبط با تشیع به ویژه جریان کربلا هست. سه تا رویکرد رو من میخوام اشاره بکنم بدون اینکه بخوام ادعا بکنم مجموعه رویکردهای شیعیان تو دنیا تو این سه تا منحصره، نه، اما اگر بخوایم یه جوری دستبندی بکنیم شاید این سه تا رویکردی که میخوام بهش اشاره بکنم رویکردهای عمومی دنیای اسلام هست نسبت به مسئله عاشورا مشخصا. برای هر کدوم یه اسمی گذاشتیم برای اینکه بتونیم دستبندیش بکنیم. گاهی رویکردی رو ما شاهدیم در دنیای اسلام به ویژه در دنیای تشیع نسبت به ماجرای کربلا که میخوام اسمش رو بذارم رویکرد تاریخی. کسانی که با کربلا به عنوان یه تاریخ مواجه میشن، ببینید خیلی از ما تصویرمون از کربلا اینه، یه حادثه واقع شده در تاریخ خودش تمام شده. واقعیتش این است که سال 61 هجری یک ماجرای رخ میده در یک منطقه به نام نینوا که بعدها مجموعه اون منطقه رو، یعنی نواویسه و نینواست و یک روستایی به نام کربلا، مجموعه اینها رو اسمش گذاشتیم کربلا. یک اتفاقی تو یک گوشه ای از زمین خدا رخ میده سال 61 هجری و تمام هم میشه، خود ماجرا تمام میشه. اون چه که ازش میمانه یک حکایت تاریخیه، مثل اینکه ما مواجهیم با یک قطعه ای از تاریخ. چطور بعضی از ما مثلا عرض میکنم یه قطعه ای از تاریخ یک کشوری رو یا یک فرهنگی رو دقیقاً به عنوان یک واقعه تاریخی، یک مطلب تاریخی میریم سراغش
و هیچی دیگه برامون مهم نیست الا حکایت اون داستان و اون ماجرا و اون تاریخ. روی کردن خیلی از ما به کربلا صرفاً روی کرده تاریخیه، گویا میخواییم یک قصه ای رو هی تکرار کنیم، یک داستانی رو تکرار بکنیم. اگر از ما بپرسن خب چرا تکرار میکنید؟ مگه شما مواجهتون با کربلا به شکلی مواجهه تاریخی نیست؟ خیلی خب، این تاریخ هم که در سال 61 هجری اتفاق افتاد و تمام شد، چرا تکرارش میکنید؟ میگیم آقا بازخوانی تاریخ کربلا برای جلوگیری از فراموش شدن تاریخ کربلاست. باز دارم تأکید میکنم تاریخ رو از دست ندیم، اصلا محور این رویکرد نگاه تاریخی به کربلاست. از تاریخ بیرون نمیاد. خب چرا میخواید این تاریخ فراموش نشه؟ خب ببخشید، برای اینکه ما نسبت به اون تاریخ علقه عاطفی داریم. تو اون تاریخ چه اتفاقی افتاده؟ شخصیتی که ما شیعیان به عنوان امام میدانیم، دنیای اسلام به عنوان فرزند پیغمبر میدانه، شخصیتی است که در چشم دشمنان خودش هم بسیار مورد احترامه، آدم بزرگیه، نمیشده بزرگیش رو انکار کرد، به شکل یک تراژدی کشته شده. محصول این حکایت تاریخی یک پیوند عاطفیه. درسته به کربلا نگاه تاریخی دارم میکنم، اصلا چیزی بیش از تاریخ هم نیست، ولی چون پیوند عاطفی دارم تکرارش میکنم اون تاریخ یادم نره. بخوام تشبیه بکنم، شبیه به این که میشینیم آلبوم پدر بزرگمون رو ورق میزنیم، میگیم این پدر بزرگ ما بوده ها. خب این که پدر بزرگ شما رفته بوده سربازی دوره رضاخان که چی؟ میگه خب که هیچی، پدر بزرگمه، دوستش داشتم، رفته سربازی دوره رضاخان، اینم عکسش. من دارم این تاریخ رو بازبینی میکنم و یادم نره یه پدر بزرگی داشتم دوره رضاخان رفته سربازی. همین، این یه نوع نگاه به کربلاست. خیلی از ما کربلا رو به عنوان یه تاریخ ورق میزنیم، یه تاریخی که اون چیزیش که تو مشت ماست الان صرفا یه حکایته، یک حکایت به علاوه یک ارتباط عاطفی بین ما و اون ماجرا. این یه نوع روی کرد. یک نوع روی کرد دیگه ای رو میخوام عرض بکنم. این یه مقدار به قول آیون فراوانیش بیش از روی کرد اوله. جمعیت بیشتری به این سمت رفتن و این نوع نگاه و این نوع روی کرد رو و این نوع ارتباط رو با کربلا پیدا کردند. میخوام اسمش رو بذارم کربلای آیینی. ببینید آقا، هر قومی، هر جماعتی، هر ملیتی یک چیزهای عناصر تشکیل دهنده هویتشه. این عناصر تشکیل دهنده هویت هر قوم و ملتی خیلی از مواقع با یک اموری پیوند میخوره. مثال میزنم، فرض بفرمایید توی همین اروپا شما برخورد میکنید به یه چیزی به نام هالووین مثلا. خب بریم ببینیم هالووین چی چیه. میگه فلسفه ای پشتشه. خیلی خب، به فلسفهش کار ندارم. یه نوع رفتار معینی تحت یک فلسفه ای پیوند خورده تو زندگی مردم، شده جزء عناصر تعیین کننده هویت فرهنگی یه جماعتی. من مثلا متولد ایران به من بگن هالووین، میگم من نمیدونم چی چیه، دیدم یه کارایی میکنن، ممکنم هر داشونو در بیارم،
ولی عقبش مال من نیست، من پیوندی باش ندارم، اونم جزو عناصر هویت من نیست. ولی ممکنه تو اروپا شما دنبالش برید، جزو عناصر هویت فرهنگی این جماعت باشه. خیلی از مواقع رویکرد ما به کربلا به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده هویت ما مردمه، حالا یا هویت مذهبیه یا هویت ملیه یا هرچی، یه نوع رویکرد سنت گرایانه محض. سنت نه سنت به معنای فلسفیش، سنت به همین معنای اجتماعیش، سنت های عمومی که همه ما داریم. فرض فرمایید حوزه نوروز، کشورهای مثل تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، یه بخشی از هند، ترکیه، مثلا ما نوروز داریم به عنوان یه سنت. خیلی از مواقع ما رویکردمون به عاشورا و به کربلا و به دهه محرم رویکردیست به همین شکل، کاملا یه رویکردی به صورت یک سنت اجتماعی. میگه آقا شما چرا دهه محرم میری عزاداری؟ میگه والا من که هیچی، بابام که هیچی، بابا بزرگش که هیچی، پدر بزرگ پدر بزرگ منم میرفته. شنیدیم دیگه حرفا رو؟ میگی ما تا یادمونه این محرم بوده، حالا باید باشه. چرا هست؟ برای اینکه یه سنته. من چرا میکنم؟ برای اینکه میخوام اون سنت رو ادامه بدم. روی کرد من به ماجرای کربلا این است که یک سنتی شکل گرفته، این سنت قرار تکرار شه. به مثابه یک رسم مذهبی، یک مراسم مذهبی، یه رسم اجتماعی، هر سالم تکرارش میکنم. خب چرا تکرار میکنم؟ برای اینکه خود این تکرار رسمه. خب نکن این رسمو بذار کنار، نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه من اگه رسمو بذارم کنار، انگار یه تیکه از هویتمو کندم. ها؟ مثل اینکه فرض بکنید کشورهایی که تو حوزه نوروز هستن بگیم آقا نوروز نگیرید، میگن آقا یعنی چی؟ مگه میشه؟ میگه خب چرا نمیشه؟ میگه برای اینکه خب ما جماعتی هستیم که نوروز بخشی از هویت فرهنگی ماست، نداشته باشیم یه پای هویتمون میلنگه. خیلی از ما رویکردمون به کربلا، برادرها، خواهرها، از همین سنخ روی کرده، یعنی عادت کردیم به عنوان یک رسم، اون هم یک رسم دیرینه به یادگار مانده از اجداد بزرگوارمون، که دهه محرم رو عزاداری بکنیم. رسم دیگه، عادت کردیم. خیلی از ما رویکردمون به جریان کربلا این فرمیست. خب البته این یه نقاط قوتی داره، نقاط قوتشو عرض بکنم. این نوع روی کرد چون به عقبه فرهنگی و تاریخی ما برمیگرده و هویت ما رو به یه شکلی داره سر سامان میده، عاطفه ها و نیازهای عرفی و اجتماعی ما رو هم با خودش همراه میکنه. نگاه کنید خیلی از ما حاجت هامون، گرفتاری هامون، مشکلاتمون میمونه برای محرم. میگه نذر میکنم که مثلا فرض کنید ماه شوال، نذر میکنم محرم شربت بدم اگر فلان چیزه بشه. میبینید نوع پیوند هامون این شکلی انس میگیره، چون آمیخته شده و این آمیختگیه داره پیوندهای ما رو نگه میداره. نگاه میکنید یه آدمی طول زندگیش، در طول سال، خیلی پیوندی با مجامع مذهبی و محافل مذهبی نداره، اما محرم که میشه همین آدم هم احساس میکنه باید حضور داشته باشه. این پیونده نقطه قوت این رو روی کرده. نباشه احساس میکنه نیست. من چجور آدمیم که محرم نمیام؟ اصلا نیامدنه میترسه، انگار یه تیکه وجودشو برمیدارن خالی میکنن، حفره پیدا میکنه، برای اینکه این حفره رو بپوشونه میاد. این یکی از نقاط قوت این نوع روی کرده به دلیل عمومی بودنش. مخاطبان این نوع روی کرد خیلی زیادن،
لزوماً قرار نیه یک انسان فرهیخته یه تحلیلگر مطالعه کننده ای باشه، نه، یه آدم عامی خیلی سطح متوسط جامعه را تصور بکنید، این رویکرد عاطفی رو داره، این احتیاج ها رو داره، این نیاز ها رو داره، همینا میکشتش تو مجالس امام حسین. اومدنش تو مجالس امام حسین هویت شیعیش رو حفظ میکنه. اینا نقاط قوته. منتها یه اشکالاتی هم داره، یه نقاط ضعفی هم داره. یکی از نقاط ضعفش اینه چون این مراسم، دقیقا میخوام بگم مراسم، چون جای دیگه حرف دیگه میخوام بزنم، چون با این نوع روی کرد به مراسم حسینی ما نیاز پیدا میکنیم به این که این هر سال یه نوع تنوعی پیدا بکنه. رسمه، رسم با یه فرم داره میره جلو، یه قالب داره. خب این ملال‌آوره، کسلمون میکنه، خسته میشیم، باید تولید کنیم توش، هی باید فرم عوض بکنیم، هی باید یا محتوا درست بکنیم، بالاخره یه جوری این باید فرق بکنه با سال پیش. زمینه گسترش یک سری باورهای غلط یا رفتارهای غلط رو ایجاد میکنه. آیین دیگه رسم. تا حالا این کارو میکنیم، حالا این کارو میکنیم. فرم عوض میکنیم. توی این فرم عوض کردنی که میخوایم تنوع درست بکنیم، گاهی میبینید تنوعها نادرسته. رفتارهای غلط شکل میگیره. تو همین چارچوب ها رفتارهای شکل میگیره که غلطه. تفکرات شکل میگیره که غلطه. با روح خود کربلا ناسازگاره. حالا اگر فرصت شد شب آینده بهش اشاره خواهم کرد. جریاناتی اتفاق میفته که شما وقتی میای عرضه میکنی اون جریانات رو به روح ماجرای کربلا، میبینی اصلا اینو سازگاری نداره. در این حال هست. از کجا پیدا شده؟ همین نوع روی کرد. یه نقطه ضعف دیگری که داره عادت آفرینیه. میدونی برادر، ما وقتی به یه چیزی عادت میکنیم دیگه بدون توجه انجامش میدیم. من الان سوال میکنم از شما، شما چند تا نفس در طول روز میکشی؟ اصلا چی دقت میکنی؟ نه. چرا دقت نمی‌کنیم چند تا نفس می‌کشیم؟ عادت داریم نفس بکشیم. خب جان مجانی البته اینم ها، ولیکن همش این نی. راستشو بخواید وقتی به یه چیزی عادت می‌کنیم بدون فکر انجام میدیم. وقتی بدون فکر انجام میدیم تأمل نمی‌کنیم. خودآگاهی توش نیست. خودآگاهی ازش کنده میشه. ناخودآگاه روی سری کارا رو میکنیم. عادت اینجوری. دیدید خیلی موقع حتی تو رفتارهای عرفی ما، رفتارهای زندگی روزمرمون همینجوره. میگه ای تو چرا فلان کار میکنیم؟ چیکار کنم؟ عادت دارم. اصلا حواسم هم نیست دارم این کار میکنم، ولی عادت دارم. چون عادت دارم میکنم. وقتی با ماجرای کربلا به عنوان یک رسم یا یک آیین مواجه میشیم و نوع نگاهمون اصلا همینه، یواش یواش عادت میکنیم بهش. میدونید من میام برای اینکه عادت دارم بیام. و ترک عادت هم میگفتن چی چیه؟ یه همچین چیزی. ببینید من باز یه مثال بزنم، نگاه کنید این عادت‌ها کجاها اثر منفی میذاره. میگن آقا تمام فقهای ما گفتن صراحت آیات قرآن هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، شما اگر مریضی روزه گرفتن برات ضرر داره حق نداری روزه بگیری، درسته یا نه؟ مریض میشه آقا یا خانم بیمار میشه، میگیم خب خانم شما بیماری امسال روزه نگیر، آقا شما بیماری امسال روزه نگیر. میگه باشه. یه روز نمیگیره، دو روز نمیگیره، بعد میگه میدونی نمیچسبه. ببخشید سوال، نمیچسبه یعنی چی؟ من نمیفهمم اینو.
همون خدایی که به من سالم میگه روزه بگیر، همون خدا به شمای بیمار میگه روزه نگیر. تکلیف من در برابر خدا گرفتنه، تکلیف شما در برابر خدا نگرفتنه. بعد چجوریه که من که روزه بگیرم به هم باید بچسبه؟ دارم تکلیف انجام میدم، شما که تکلیفت روزه نگرفتنه میگی بهم نمیچسبه. میدونی چرا بهت نمیچسبه؟ چون عادتی داری روزه میگیری، عادت کردی ما رمضون روزه بگیری. حالا اگر خدا اومد این عادت رو ریخ به هم، گفت مریضی روزه نگیر، حالا وظیفت برعکس، میگی نه نمیچسبه. همش احساس گناه میکنه، فکر میکنه داره یه خطایی انجام میده که طفلک مثلا مریض شده روزه نمیگیره. عادت کرده به روزه داری، نه روزه داری خداگاه، عادت کرده. خیلی از مشکلات تو زمینه ماجرای کربلا این که میبینیم گاهی اون چنان که باید بهش نمیپردازیم، مال همین جنبه ماجراست. عادت کردیم، میگه من این محرم اگه نرم اصلا یه چیزی گمه. خب چرا گمه؟ تو جواب دادن به این چراه، خیلی از ما جوابی که میدیم اینه که چون عادت داریم. اشکالش همینیست که عرض کردم، از خودآگاهی تهی میشه. یواش یواش من بدون اینکه آگاهانه بدونم دارم چی کار میکنم، برای چی میام مجلس امام حسین، برای چی حضور پیدا میکنم، چی میخوام از مجلس امام حسین، چه تأثیری قرار رو من داشته باشه، اصلا چه نسبتی بین من و حسین ابن علی علیه السلام قرار برقرار بکنه، دیگه اینها متوجهش نیستم، ناخودآگاه دارم میام. این رویکرد دوم. رویکرد سوم که در حقیقت محور جریانی است که حالا ما از این چند شب در خدمتتون خواهیم بود، رویکردی است که من میخوام اسمش رو بگذارم مکتب عاشورا، مدرسه عاشورا، عاشورای بیدارگر، کربلای بیدارگر، این اسمای این شکلی. چی میخوام بگیم؟ این چه نوع رویکردیه؟ ببین برادر، این رویکرد سوم یک رویکرد روشنگرانه است. یعنی چی؟ یعنی بنده وقتی مواجه میشم با عاشورا، عاشورا و داستان کربلا و سیره حسین ابن علی علیه السلام و اون چه که در کربلا اتفاق افتاده، باید هر سال علامت سوالی رو از سوالهای من پاسخ بده. یعنی باید با من حرف بزنه. یعنی بنده‌ای که امسال اومدم سراغ محرم، باید روشن‌تر باشم از خودم که سال پیش اومدم. باید سوالامو جواب بگیرم. نباید یه تاریخی باشه که اتفاق افتاده تموم شده حکایتش برا من مونده. نباید یک رسمی باشه که من هر سال دارم تکرارش میکنم مثل رسم نوروز. نه، کربلای بیدارگر اون کربلایی است که در طول یک سال من سوالاتم جمع شده. وقتی میام تو دهه محرم مواجه میشم با امام حسین، این سوالات دونه 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 برا من باز میشه. علامت سوالام باید از بین بره، باید روشن بشم. کربلای بیداری یا مکتب عاشورا یا مکتب حسینی، مدرسه امام حسین علیه السلام، اون رویکردیه برادر که رویکرد تحلیلی و تربیتیه. یعنی من این که وقت مواجه میشم با امام حسین و کربلای امام حسین، کربلا باید رو من اثر عملی عینی واقعی خارجی بذاره. یعنی داداش من باید فرق بکنم با آدمی که با امام حسین این نوع رابطه رو نداره. آقا تعارف که نداریم برادر. باید یه جایی معلوم باشه نسبت من و امام حسین متفاوته از کسی که اصلا با امام حسین نسبت نداره. وگرنه اگه قرار باشه من اهل امام حسین باشم، اهل هیئت باشم، اهل سینه زدن باشم، اهل گریه کردن باشم، از اون طرف مشابهات اعتقادی، مشابهات عملی، مشابهات اخلاقی با آدمهایی که هیچ میانه با کربلا ندارن یکیه یا خیلی زیاده لااقل. خب بفرمایید اون وقت سوال این سوال جواب بدیم که پس فرق بین بنده ای که فکر میکنم با امام حسین نسبت دارم و بین اون آدمهایی که با امام حسین نسبت ندارن چیه؟ چه تفاوتی وجود داره؟ چی داره این کربلا
که من از قبلش میخوام رستگار بشم، اون دیگری که ارتباط نداره نداره و رستگاریشم به دست نمیاره. اگر جنبه تربیتی کربلا و جنبه روشنگرانه کربلا رو خارج کنید از مدار، هیچی تش نمیمونه. راستشو بخواید یه پیوند عاطفی میمونه، یه برآورده شدن نیاز میمونه و همین. و این درد دوا نمیکنه برادر، سوالم جواب نمیده اتفاقا. نمیدونم کدوماتون توکیو رفتید. تو توکیو یه معبدیه با تاریخ 1400 ساله به نام معبد آساکوسا. خیلی جالبه، 1400 سال یعنی تاریخش مقارنه با پیدایش اسلام در شبه جزیره عربستانه. یه همچون جای قدیمیه. ورودی این معبد یه بازارچه بلندیه تا بعد برسه به خود معبد. دقیقا اول این بازارچه یه گیت خیلی بزرگه. توی این گیت یه دونه فانوس، این فانوس‌های ژاپنی خیلی غول آویزونه. یه آقایی با ما بود ژاپنی. من ایشون سوال کردم، همین مارمزون امسال، از این آقا سوال کردم که آقای اینامی این فانوس این وسط گیت چی چیه؟ یک فانوس دکلی بود. گفت آقا این فانوس رو بنیانگذار شرکت پاناسونیک 40 سال پیش، این مریض میشه. خوب گوش کنید آقا، میخوام ببینید فرق ماجرا کجا قراره خودش رو نشون بده. 40 سال پیش بنیانگذار شرکت پاناسونیک مریض میشه، میاد تو معبد آساکوسا به این بوتی که حالا تو محراب عبادتش هرچی که هست. خلاصه این آدم بوداییه، میاد و به رسم بودایی نذر میکنه که اگه من حالم خوب شد این فانوس رو بگیرم آویزون کنم تو این گیت و حالش خوب میشه و این فانوس رو میاره آویزون میکنه. خب اگر همه نسبتی که من با کربلا دارم اینه که مریضم میام امام حسین شفا بده شفا میگیرم، بفرمایید فاصله بنده و این آقای بودایی کجاست؟ فرق من الان چی شد بالاخره؟ او رفت سراغ بودا حاجتشو گرفت، من اومدم سراغ امام حسین حاجتمو گرفتم. اگه تمام ماجرا اینه که فقط حاجت بگیریم، خب او رفته گرفته منم اومدم این بر گرفتم، هیچی دیگه. مثلا هم دیگه واقعا اینجوریه؟ ما اینجوری اعتقاد داریم یا معتقدیم سید الشهدا علیه السلام یک حقیقت عینی سعادت بخشه؟ ما میگیم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه، یعنی قراره از سید الشهدا هدایت در بیاد و سعادت در بیاد، وگرنه روا شدن حاجت از اون معبد آساکوسا ممکنه در بیاد. این فقط ویژه مجلس امام حسین نیست. درست شد؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم برادر ما یک نوع روی کردی که متاسفانه کمرنگه باید به جریان کربلا داشته باشیم که جریان کربلا ما رو روشن بکنه، نورانی بکنه، تأثیر عینی داشته باشه. من و شمایی که بچه هیئتی هستیم، پیراهن سیاه پوشیدیم، محرم آمدیم، برای امام حسین سینه زدیم، گریه کردیم، هرچی، یه جایی باید نشون بده که بوی حسین ابن علی میدیم. خب اگه قرار باشه من غیبت بکنم، اونم اون آقایی هم که ارتباط نداره با امام حسین غیبت بکنه، من راحت تهمت بزنم، اونم تهمت بزنه، من چشمم هرز بره، اونم هرز بره، من دستم هرز بره، اونم هرز بره، من فکرم هرز بره، اونم هرز بره. خب فرق میان من و تو چیست؟ بگو به قولون بابا چی شد؟ تأثیرش چی شد پس؟ کجا امام حسین قرار خودشو نشون بده؟ عرضم رو جمع بکنم چون فرصتم رو به اتمامه. عرضم رو میخوام جمع بکنم، مگر خود این مطلب رو اگه قرار باشه بازش بکنیم کار داره. من تا بیشتر اینم شاید فعلا نیاز نداریم، انقدری که بدونیم ما مدخل بحثمون تو این چند شب چیه. ما راستشو بخواید میخوایم بریم سراغ کربلا، نه از نگاه تاریخی، اگرچه تاریخشو خواهیم گفت، نه از نگاه آیینی،
اگرچه مراسممون و برنامه‌مون و مناسکمون، من تأکید دارم نگم مراسم، تأکید دارم بگم مناسک، چون منسک یعنی نسک، مسیر حرکت، مسیری است که آگاهانه باید طی شه. مراسم لزوماً آگاهی توش نیست. من تأکید دارم بگم مناسک محرم، یعنی بفهمم دارم چی کار میکنم و بکنم، بدونم و آگاهانه حرکت بکنم. ما این مناسک رو هم انجام میدیم، سینمونو میزنیم، گریهمونو میکنیم، عزاداریمونو میکنیم، این به قوه خود باقی برامونم بسیار محترمه، اما هیچ کدوم اینا کافی نیست. ما باید دنبال روشن شدن در مکتب ابی عبدالله باشیم، باید حضور آگاهانه ای داشته باشیم که دلمون رو روشن بکنه، سوالاتمون رو جواب بده. باید کربلا زندگی امروز ما رو اداره بکنه. مخلص کلام برادرم، خواهرم، کربلای امروز باید با من و تو حرفی بزنه برای زندگی امروز، برای زندگی تو قلب اروپا، تو آلمان، تو فرانکفورت. حسین ابن علی علیه السلام باید جواب داشته باشه برای توی مسلمانی که شیعه ای، علاقمند به خاندان پیغمبری و توی اروپا داری زندگی میکنی، باید برای تو جواب داشته باشه، باید تو رو روشن بکنه، باید تو بتونی با این حسین ابن علی زندگی بکنی، باش بری تو خیابون، باش بری محل کار، باید، نه اینکه بنویسیم رو لباسمون بریم، خوبه، ولی منظور من این نیست. منظور من اینه که هر کی تو رو دید بگه نه تو یه فرقی با بقیه داری. چرا تو بهتره بقیه ای؟ چرا تو اخلاقت خوبتره؟ چرا تو مهربانتری؟ چرا تو بهتره بقیه آدمایی؟ یعنی باید این بهتر بودنه رو ببینه. قرار نیست من جار بزنم، او باید ببینه، باید تو رفتار من تو ببینه، بعد بیاد بپرسه که تو چرا اینجوری هستی؟ تا تو جواب بدی من شاگرد مکتب یه امامیم به نام حسین ابن علی علیه السلام، او یادم داده اینجوری باشم. امام صادق به شیعیان میگه، میگه یه کاری بکنید، جوری رفتار کنید که هر کی شما رو دید بگه خدا رحمت کنه جعفر ابن محمد و چه آدمای خوبی تربیت کرده. ببینید ائمه دنبال اینن، ما قرار تابلو باشیم، تابلوی رفتاری، تابلوی عملی. زبونمون به چرخه فایده نداره، عملمون باید نشون بده. بنده و شما را میریم تو خیابون، همسایه من آلمانیه، باید بفهمه که من مسلمونم، من شیعم، یه فرقی اولا با همه مسلمونا دارم. امام صادق میگه میدونی شیعه ما کیه؟ شیعه ما اونیه که اگه توی محله ای رفتن گفتن بهترین آدم این محل کیه، اونو نشون بدن، بگن این همه بهتر، مهربانتر، امانتدارتر، نمیدونم انسانتر به قول امروزی ها، این شیعه ماست. امام صادق اینو میگه. این میشه کربلای بیدارگر، کربلایی که آدم میسازه، کربلایی که من که میام توش وقتی میرم بیرون فرق میکنم، وقتی سینه میزنم این سینه زدن روشنم میکنه، وقتی عشق میریزم عشق میشوره منو، زشتی هامو میشوره، بدی هامو میبره. نگین که برای امام تو مجلس امام حسین نشستم به درد خودم گریه میکنم که مثلا خدایا من چکم فردا برگشت میخوره، خدایا برسون پوله رو. خب بله انشالله پولت هم میرسه، مشکلت هم حل میشه، ولی این کافی نیست. عرضم تا اینجا تمام. ما انشالله از فردا شب به فضل خدا و به یاری خدا میریم به سمت این که ببینیم آیا میتونیم از تعالیم کربلا و از سیره سید الشهدا علیه السلام استفاده هایی بکنیم که تو زندگی روزمرمون به کار بیاد و اثر بذاره انشاءالله. اون وقت خواهیم دید که عشق هامون رنگش عوض میشه، حال هوامون خوب میشه دیگه. برای با امام حسین بودن لزوماً نباید یک سال صبر کرد که محرم باشه، امام حسین تو لحظه لحظه زندگیمون پیدا میشه، تو رفتار با زنم امام حسین پیدا میشه، تو رفتار با بچم پیدا میشه، تو رفتار با همسایم پیدا میشه، تو رفتار با
مسلمون و غیر مسلمون پیدا میشه. خودم لااقل این بوی حسین ابن علی بودن، بوی امام حسینی بودن رو حس میکنم. امید داریم خدای تعالی به ما کمک بکنه، یاری بکنه، به برکت خون سید الشهدا. این محرم برای همه ما بهترین محرم همه سالهای عمرمون تا به حال حاضر باشه انشاءالله. محرمی باشه که جان ما رو رنگ حسینی بزنه، اخلاق ما رو به عطر حسینی معطر بکنه انشاءالله. و شیعه‌ای باشیم که وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم ارواح نافداه ما رو بپسند. یه صلوات خط کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام من به محرم، سلام من به محرم، محرم گل زهرا، به اشکهای ملائک، به ماتم گل زهرا، سلام من به شور و حال عجیب، به بوی سیب و زمین غم و حسین غریب، سلام من به محرم، به کربلا و جلالش، به لحظه های پر از حزن غرق درد و بلایش، سلام من به محرم، سلام من به محرم، به حال خسته زینب، سلام من به محرم، به حال خسته زینب، به بی نهایت داغه دل شکسته زینب، سلام من به محرم، به دست و مشی ابوالفضل،
به ناامیدی سقا به سوز و عشق ابوالفضل سلام من به محرم به قد و قامت اکبر به کام خشک از آن گوی زیر نیزه و خنجر سلام من به دختران ابی عبدالله گفتن امشب شب نازدانه سید و شهداست باشه میخوام سه تا روزه براتون بخونم خیلی جمع و جور سه تا دختر از امام حسین معروفه تو کربلا یکیش همین نازدانه ایست که امشب براش مجلس گرفتید قدیمی ترین سندی که در این باره است متنیست که عماد الدین طبری در کتابش کامل بهایی نوشته ماجرا رو اینجور نقل کرده نوشته وقتی کاروان اسرا رو آوردن شام یه گوشه ای جا دادن اهل بیت و یه دختر 3-4 ساله‌ایه این بهانه گرفت نصف شبی بچه هست دیگه شروع گد گریه کردن عمه جان بابام کجا عمه انقدری بچه جانسوز گریه میکرد همه خانوم های اهل بیت پیغمبر به گریه افتادن گفت انقدر این صدا بلند شد خبر به یزید دادن یزید بچه کوچکی از کاروان ابی عبدالله بهانه گرفته گریه میکنه گفت سر باباشو براش ببریم عماد الدین طبری میگه آوردن سر رو گذاشتن جلو این بچه یه نگاهی به این طبقی کرد که سر توی این طبقه یه روپوشی روی سر انداختن همین که روپوشو کنار بزنه ببینه سر بریده بابا نوشته فریاد زدی بچه مریض شد یه چند وقتی گذشت بچه دنیا رفت اما دو تا دختر دیگه از امام حسین نقل شده یکی فاطمه بنت الحسین خانم بزرگی خیلی مجلله است میگن بیش از همه به لحاظ چهره شبیه به حضرت صدیقه بود این زن حسن مثنا پسر امام مجتبی است عجیب فاطمه بنت الحسین تعریف میکنه میگه عصر عاشورا یه وقت دیدیم حمله کردن دو خیمه های ما حالا که داری برای دختر امام حسین میخونی برای همه شون بخونی گفت حمله کردن تو خیمه ها هر کی یه طرف میدوه منم شروع کردم دویدم دیدم یه نانجیبی پشتم داره میاد با نیزش میان کتفم زد زمین خوردم بیهوش شدم چشممو که وا کردم دیدم عمم زینب بالا سرم نشسته آسینش رو سرش کشیده دیدم گوشام میزوزه توضیح که نمیخواد برات بدم ها دست زدم دستم خونی اینم بگم دعات کنم یه دختر دیگه داره امام حسین تو کربلا به نام سکینه خیلی دوست داره سکینه رو دو بیت شعر داره امام حسین واسه این دختر میگه من همه این دو بیت شعر مال امام حسینه میگه من همه زندگیمو به پای رباب و سکینه میریزم هیچ کسم نمیتونه ملامتم کنه اینقدر دوست داره اینا
همین شعری که الان شنیدید، شیعتی مهما شربت ما از بنفز کرونی، اینو نقل کردن از مکاشفات از سکینه است. میگه من رفتم سرمو گذاشتم رو سینه مجروح پدرم، از هنجر بریده بابا این شعر رو من شنیدم. این سکینه است؟ اینو بگم دعات کنم. آخ بمیرم ابی عبدالله اومد مقابل خیمه ها، با زنها خداحافظی کرد، یه چند قدم هنوز رد نشده، یه وقت صدای شیون از درون خیمه ها برخواد، یا ابتا ردنا علی حرم جدنا. الله بابا بیا ما رو برگردون مدینه. تو رو خدا با من باش. یه وقتی دبی عبدالله صدا میزنه، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، بسم الله و بالله. یه وقتی دختر صدا زد، یا ابته استسلمت للموت، بابا تسلیم مرگ شدی؟ صدا زد دخترم چه کنه کسی که یاوری نداره، انقدر زجه زد نوشتن ابی عبدالله از اسبش پیاده شد برگشت تو خیمه، با دوتا دستش صورت سکینه رو گرفت و مشداد عشق سکینه رو پاک میکنه، صدا زد لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتا. این شعر مال امام حسینه. صدا زد لا تحرقی قلبی به دمعک حسرتا، ما دامت روح فی جثمانی، دخترم تا بابات زنده است با عشق جیگرم و نسوزون. تمام. یا الله همین سکینه عصر عاشورا دوید بالا تل زینبیه، دوید بالای قتلگاه، بابا پشو ببین دارن عممو میزنن.